در حالی که مشکل بی‌حجابی زنان به خصوص با آغاز فصل گرما برای حکومت دوچندان شده است و حکومت با پلمب مغازه‌ها یا فرستادن اخطار برای راننده‌ها در صدد مجازات زنان است و علاوه بر این همان گونه که پیش بینی می‌شد دامنه مسئله حجاب علاوه بر آنکه به چالشی بین شهروندان موافق و مخالف تبدیل شده به موضوعی برای تسویه حساب‌های شخصی هم تبدیل شده است. در همین رابطه پس از آنکه مطب یک پزشک ارتوپد مشهدی به دلیل شکایت فردی از وی به دلیل عدم ویزیت افراد با حجاب پلمب شد، با ارائه مدرک از سوی پزشک از جمله فیلم دوربین مدار بسته در خصوص نادرستی این ادعا به دستگاه قضایی، در نهایت به عذرخواهی از وی و باز کردن پلمب مطب وی منجر شد. وزارت بهداشت در این خصوص اعلام کرد که دلیل طرح این ادعا از طرف همراه بیمار به خاطر عدم نوبت‌دهی به وی بوده و در این مطب اقدامی برای خودداری از پذیرش فرد با حجاب صورت نگرفته است. دکتر مرادی که یکی از برجسته‌ترین پزشکان جراح کشور در زمینه جراحی‌های میکروسکوپی دست است، در نامه‌ای به ریاست هیئت انتظامی توضیح داده که ویزیت بیمار منوط به تعیین وقت قبلی است و بیماران را بدون نوبت نمیتوان ویزیت کرد. وی توضیح داده که همسر بیمار پس از آنکه موفق به دریافت ویزیت خارج از نوبت نمیشود، با منشی‌های مطب به مشاجره لفظی میپردازد و مطب را تهدید به پلمب میکند. به نظر میرسد که بیمار و همراه وی اصرار داشتند که خارج از نوبت توسط پزشک ویزیت شوند و وقتی با پاسخ منفی پذیرش مطب مواجه شدند، همراه بیمار تهدید به پلمب مطب کرده است و قوه قضاییه هم بدون احساس نیاز به تحقیق در این باره دست به کار شده و مطب را پلمب کرده است. در این حال برادر شاکی از پزشک مشهدی هم اعلام کرده که آنها نگفته بودند که پزشک زنان محجبه را ویزیت نمی کند، بلکه گفته بودند به زنان محجبه وقت معاینه داده نشد. به البته توضیح هم در این باره نداد که چه موضوعی توسط آنها عنوان شده که موجب سوء تفاهم روزنامه قدس شده و به پلمب و ایجاد زحمت برای پزشک منجر شده است. به گفته تحلیلگران، تلاش حاکمیت برای راضی نگه داشتن حامیان خود که در فرآیند این پلمب‌ها صورت می‌گیرد، بیش از آن که با ایجاد رضایت در طرفداران نظام موجب استحکام نظام شود، در حال نابودی هرچه بیشتر تهمانده سرمایه اجتماعی نظام است. جمهوری اسلامی به این موضوع بدیهی توجه ندارد که گرچه با همدلی با حامیان خود ممکن است به آنها این پیام را بدهد که حواسش به دغدغه‌های آنها هست، اما از یک سو با فشار بر دیگر گروه‌های اجتماعی به واسطه عدم بررسی کافی و از سوی دیگر اهمیت دادن به خواسته‌های یک گروه و نادیده گرفتن خواسته‌های گروه دیگر، عملاً روز به روز به شکاف بین حاکمیت و بدنه عمومی جامعه می‌افزاید. این عدم عدالت قضایی و حاکمیت لات‌ها بر سرنوشت ملت ایران است که موجب می‌شود که به جای آنکه این پزشک از فرد به خاطر به هم ریختن نظم مطب شکایت کند، لات محله است که به خاطر خواسته زور خود از دکتر شکایت می‌کند و دستگاه قضایی متلاشی جمهوری اسلامی هم نه از فردی که حق با اوست، بلکه از لات زورگیر محله حمایت می‌کند. و به گفته بسیاری از تحلیلگران، اتفاقا همین حمایت از لات‌ها و فرهنگ زورگویی توسط عده است که به گستاخ‌تر شدن این افراد می‌انجامد. در روزهای اخیر انتشار کتاب خاتون و قومندان که علی خامنه‌ای آن را افتخاری برای افغان‌ها و فاطمیون دانسته است، موجب شده که فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نقش اصلی آن عملیات برون مرزی برای جمهوری اسلامی است، ضمن دفاع از اقدامات و عملکرد لشکر فاطمیون، علاوه بر آن برای اولین بار به حضور افغان‌ها در سوریه اشاره کنند و ضمن اینکه آن را افتخاری برای افغان ها بدانند، از حضور افغان ها در جنگ سوریه به عنوان یکی از عملکردهای افتخارآمیز افغان ها یاد کنند. این در حالی است که بر اساس اطلاعات غیر رسمی موثق،
این افغان‌ها توسط برخی از افغان‌های در خدمت سپاه به صورت غیرقانونی و به اجبار در ازای پرداخت مبالغی به آنها به سپاه معرفی و از این طریق و لشکر فاطمیون به سوریه اعزام می‌شدند. بسیاری از این افراد در سوریه کشته شدند و خانواده‌های آنها با شناسایی کسانی که فرزندانشان را به سپاه معرفی و به سوریه اعزام کرده بودند برای انتقام‌گیری اقدامات خشونت‌باری علیه این افراد انجام دادند. با این حال جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن این سابقه حضور افغان‌ها در سوریه و قتل آنها را افتخاری برای افغان‌ها و ایران قلمداد می‌کند. محمد رضا فلاح‌زاده جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از فرماندهان محور مقاومت نیز ضمن تقدیر از اقدامات علیرضا توسلی که یکی از فرماندهان فاطمیون بوده است با اشاره به سابقه ارتباط خود با فرماندهان فاطمیون حضور افغان‌ها در جنگ سوریه را بخشی از اشتیاق ملت‌های جهان برای آزادسازی سوریه و دفاع از حقوق انسان‌ها و حرم‌های شریف عنوان کرد و گفت افغانستانی‌ها بخشی از این خروش بین‌المللی بودند. به ضمن اشاره به افغانستانی‌های مقیم در سوریه با بیان این موضوع که این افراد با تدبیر و تصمیم حاج قاسم سلیمانی در قالب نیروهای بسیج مردمی حلقه اول دفاع از حرم حضرت زینب را تشکیل دادند گفت در پی این اقدام کم کم افغانستانی‌های مقیم ایران و بخشی از افغانستانی‌ها از داخل افغانستان به صورت داوطلب و با آگاهی از شرایط بین‌المللی به وجود آمده در سوریه وارد میدان شدند و حلقه اولیه تشکیل فاطمیون را بنا نهادند. به گفته تحلیلگران این اظهارات صراحتاً تحریف تاریخ است. افغانستانی‌ها با تطمیع و برخی با دروغ به جنگ سوریه کشیده شدند و از فرط درماندگی برای تأمین زندگی خود و خانواده‌هایشان یا با فریب و یا با اجبار به سپاه قدس پیوستند و به سوریه اعزام شدند. برخلاف آنچه که جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با تحریف تاریخ از ایجاد لشکر فاطمیون به افکار عمومی ارائه کند، لشکر فاطمیون یکی از ننگین‌ترین برگ‌های تاریخ معاصر ایران در جنگ سوریه است. فلاح‌زاده در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران هم به صورت مستشاری در سوریه حضور داشت گفت ایران که نقش مشاوره‌ای و پشتیبانی از نیروهای مدافع حریم انسانیت را بر عهده داشت در مقابل نیروهای افغانستانی فاطمیون هم همین نقش را ایفا کرد و برخی مشکلات آنها را حل کرد. فلاح‌زاده در ادامه سخنانش اظهار داشت با پیشروی نبردها در سوریه و عیان شدن دست آمریکا و اسرائیلی‌ها و از سوی دیگر نگاه انسانی، مذهبی و مردانه افغانستانی‌ها بر تعداد رزمندگان افغانستانی که برای حضور در میادین نبرد در سوریه اعلام آمادگی می‌کردند روز به روز افزوده شد و کم کم این تشکیلات به نیروی چند هزار نفری تبدیل شد. وی مدعی شد بدون شک یکی از عوامل اصلی شکست تروریسم بین‌المللی داعش در منطقه و سوریه همین نیروهای افغانستانی فاطمیون بودند. وی افزود پیروزی‌های متعدد در میادین مختلف و سخت با سخت کوشی و قناعت، شجاعت و دلاورمندی، تیزهوشی و قدرت یادگیری تخصصهای نظامی توسط افغانستانی‌ها باعث شد نیروهای افغانستانی فاطمیون به یکی از بازوهای اصلی محور و جریان مقاومت تبدیل شوند. به نظر می‌رسد که این اظهارات برای توجیه کمک‌های مادی سپاه به این افغان‌ها و همچنین کمک‌های مادی سپاه به افرادی که این افغان‌ها را به سپاه برای اعزام به سوریه معرفی می‌کردند بیان شده است. اما فلاح‌زاده در طرح این ادعاهای دروغین در این خصوص که افغانستانی‌ها برای نجات مردم سوریه و دفاع از حرم به میدان آمدند به این نکته تاریخی توجه ندارد که طرح این ادعا چقدر مضحک است، زیرا اگر برای افغانستانی‌ها دفاع از سوریه و حرم آنقدر مهم بود حتما آنها از کشور خودشان و حریم شهرهای خودشان در مقابله با طالبان نیز دفاع جانانه می‌کردند. دریادار تنگ سیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از امکان دسترسی نیروی دریایی سپاه به آبهای ساحلی ایالات متحده خبر داد و گفت نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قادر است
تا 12 مایلی آبهای ساحلی ایالات متحده پیشروی کند. وی گفت فرصت‌های زیادی در دریا وجود دارد. تنگسیری دریا را یک سفره باز دانست که همه می توانند از آن بهره برداری کنند. او در بخشی از سخنانش دریا را یک فرصت دانست که می توان از آن استفاده های زیادی کرد. وی تصریح کرد در بخش دریا کم کار شده است. این فرمانده ارشد سپاه همچنین با بیان این موضوع که باید در رابطه با تهدید حوزه دریا کارهای علمی صورت بگیرد گفت این فرصت ها نباید فقط به حوزه نظامی محدود شود. وی در این حال ضمن تاکید بر این نکته که تهدیدها فقط به حوزه نظامی محدود نمی شود تاکید کرد با این حال اگر امنیت برای تردد کشتی ها برقرار نباشد اقتصاد دریایی دچار اختلال می شود. تنگسیری تهدیدات و فرصت ها در حوزه دریا را هم نظامی و هم غیر نظامی دانست. وی افزود فرصت های زیادی در دریا وجود دارد که باید از آنها استفاده کرد. قرن هاست که دریا یکی از فرصت‌های کلیدی در فلات ایران معرفی می شود. اما در این حال سال هاست که ایران بدون در نظر گرفتن این فرصت کم نظیر و پرمزیت مسیرهای دیگری را در اولویت توسعه کشور قرار داده است. به گفته بسیاری از متخصصان علوم اجتماعی فرایند نزول ایران از زمانی آغاز شد که ایران نتوانست مزیت دریا را به عنوان یکی از مزیت‌های اصلی کشور توسعه دهد. این بی‌توجهی در سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به اوج رسیده است. از دست دادن جایگاه ترانزیتی ایران در تجارت بین المللی از جمله مواردی است که اقتصاد دریا را برای ایران کم اهمیت کرده است و نه تنها از اقتصاد دریا و تجارت دریایی به عنوان فرصتی برای بهبود شرایط توسعه و عمران کشور و نیز تثبیت موقعیت سیاسی کشور استفاده نمی شود بلکه فرصت‌های بی‌نظیر دریایی هم به کشورهایی مانند چین واگذار شده و عملاً فرصت اقتصادی دریا را از دست جامعه محلی و کشور خارج کرده است. علاوه بر این نیروی دریایی مدرن ایران که در زمان شاه فقید با هزینه زیاد و چند دهه فراهم شده بود در جنگ با عراق و نیز رویارویی با نیروی دریایی آمریکا عملاً از بین رفت. شعارهای زیادی در خصوص ضرورت تقویت اقتصاد دریا گفته می شود اما در عمل نه تنها اقدام زیادی برای تقویت اقتصاد دریا صورت نمی گیرد بلکه سیاست‌های اجرایی و نیز دیپلماسی جمهوری اسلامی عملاً در خلاف جهت تقویت اقتصاد دریا عملیاتی شده است. ادعاهای گزاف جمهوری اسلامی در زمینه دسترسی به بنادر آمریکا و گزافه‌گویی در مورد نیروی دریایی سپاه سرپوشی بر ضعف‌های سیستم نظامی سپاه است که علارغم برخورداری از بودجه کلان نتوانسته خود را متناسب با شرایط جدید مجهز سازد و در صورت هر نوع نبرد جدی عملاً تمام امکاناتش را از دست می‌دهد. افزایش مخاصمات در روابط ایران و آذربایجان همچنان ادامه دارد. جمهوری آذربایجان اوایل ماه آوریل از بازداشت 6 نفر به ضمن تلاش برای کودتا و ارتباط با ایران خبر داده بود. باکو در آن زمان 4 نفر از کارکنان سفارت ایران را اخراج کرد. تهران نیز در واکنش به این تصمیم 4 دیپلمات جمهوری آذربایجان را اخراج کرده است. اکنون برای بار دوم مجدداً جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه اعلام کرد که 9 نفر که شهروند جمهوری آذربایجان هستند در این کشور به ضمن تلاش برای کودتا بازداشت شدند. باکو بازداشت شدگان را به ارتباط با تهران به همکاری با سرویس‌های ویژه ایران متهم کرده است. در بیانیه مشترک سرویس امنیتی و دادستانی کل جمهوری آذربایجان آمده است که بازداشت شدگان در تلاش بودند تا با خشونت دولت را سرنگون کنند. باکو همچنین این افراد را به تلاش برای ترور شخصیت‌های مطرح و مسئولان عالی رتبه کشور متهم کرد. این اتهامات می‌تواند در آینده روابط دو کشور بسیار مخرب باشد. این در حالی است که تهران در حال حاضر روش محافظه‌کارانه‌ای در مورد آذربایجان اتخاذ کرده، ولی ادامه وضعیت و حمایت اسرائیل و ترکیه از این کشور ممکن است منجر به افزایش سطح مخاصمات دو کشور شود. برخی فرماندهان سپاه معتقدند باید واکنش تند به جمهوری آذربایجان نشان داد و اگر نه این کشور در ادعاهای خود تهاجمی تر خواهد شد. در این میان روسیه هم چندان حمایتی از ایران نکرده.
و وضعیت ایران روز به روز با عدم توافق هسته‌ای پیچیده‌تر و ضعیف‌تر می‌شود. آمریکا در این میان سعی کرده به میانجیگری میان ارمنستان و آذربایجان بپردازد تا از دامنه نفوذ ایران در این منطقه کاسته شود. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برخلاف نظرسنجی‌ها به مسیری که پیش‌بینی می‌شد نرفت و رقیب اصلی اردوغان که فکر می‌کرد در همان دور اول برنده است، در انتخابات 5% هم از اردوغان کمتر رأی آورد که انتخابات به دور دوم کشیده شد. همچنین پارلمان را نیز به ائتلاف حامی اردوغان واگذار کردند. لذا حزب جمهوری خلق ترکیه برای جلوگیری از شکست مجدد در انتخابات دو هفته دیگر در صدد بازبینی فعالیت‌های تبلیغاتی خود است. در همین راستا روز سه‌شنبه نشستی با حضور کمال قلیچدار اوغلو و رهبران و مقامات این حزب برای بررسی چگونگی غلبه بر اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مقر این حزب در شهر آنکارا برگزار شد و حاضرین در خصوص اتخاذ یک استراتژی برای پیروزی در دور دوم انتخابات به گفتگو پرداختند. همچنین در اقدامی دیگر آکان عبدالله و علی کرامتچی اوغلو که مدیریت کارزار انتخاباتی قلیچدار اوغلو را در دوره اول انتخاب بر عهده داشتند برکنار شدند و او جاناتان کفتانچی اوغلو رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق در شعبه استانبول و اکرم امام اوغلو شهردار این شهر را برای مدیریت و هدایت کارزار انتخاباتی خود منصوب کرد. به گفته ناظران انتظار می رود که حزب جمهوری خلق در استراتژی جدید خود بیش از پیش بر حس ملی‌گرایی رای دهندگان تمرکز کند و هدف این است که نظر حامیان سنانوغان که جزء ملی‌گراهای تندروی ترکیه محسوب می شود جلب شود. نحوه تعامل هندوستان با خرید محصولات نفتی روسیه در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گرفته است. هند پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین به یکی از خریداران اصلی نفت روسیه تبدیل شده. هند با خرید نفت ارزان قیمت روسیه و فروش آن در قالب سوخت‌های تصفیه شده به اروپا به سود قابل توجهی دست یافته است. در نتیجه هند در رقابت با پالایشگاه‌های نفت اروپایی که توان دستیابی به نفت خام ارزان قیمت روسیه را ندارند، قدرت رقابت بیشتری به هم زده و سهم بیشتری از بازار را در این قاره به خود اختصاص داده است و همین که روسیه هم عملاً از تحریم خارج شده است. پالایشگاه‌های هند که پیشتر به ندرت نفت خام روسیه را به دلیل هزینه‌های حمل و نقل گران می‌خریدند، در سال مالی جدید تا 990 هزار بشکه در روز از آن را خریداری کرده که بیش از 1/5 کل واردات سوخت هند را تشکیل می‌دهد. روسنفت بزرگترین تولید کننده نفت روسیه با امضای قراردادی با پالایشگاه هندی هند اویل موافقت کرده است که صادرات نفت خود را به این کشور افزایش دهد. لذا برای مقابله با این وضعیت جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر مقابله با فروش دوباره نفت روسیه به اروپا با عنوان سوخت‌های تصفیه شده از جمله گازوئیل توسط هند تاکید کرد. وی که در هندوستان به سر می‌برد این موضوع را روز سه‌شنبه با سوبرمانیام جایشانکار وزیر خارجه هند در میان گذاشت. وی همچنین گفت اگر گازوئیل یا بنزینی که وارد اروپا می‌شود از هند می‌آید و با نفت روسیه تولید می‌شود، قطعاً دور زدن تحریم‌هاست و کشورهای عضو باید اقدام‌هایی را انجام دهند. آقای بورل در گفتگوی جدید با تاکید بر جدی گرفتن راهکارها برای جلوگیری از ورود نفت روسیه به اروپا در شکل‌های مختلف پیشنهاد کرد که اتحادیه اروپا خریداران سوخت‌های تصفیه شده هندی را که معتقد است از نفت خام روسیه مشتق می‌شوند هدف قرار دهد. الینا رومانسکی سفیر آمریکا در عراق در مصاحبه‌ای با شبکه اسکای نیوز در خصوص مسائل عراق گفت حدود یک سال پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از عربستان سعودی بازدید کرد، با رهبران منطقه دیدار کرد و به صراحت اعلام کرد که ایالات متحده منطقه را ترک نخواهد کرد زیرا آن را دارای اهمیت استراتژیک می‌داند. ما روابط دیرینه‌ای با کشورهای منطقه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگ و آموزشی داریم.
رومانسکی افسود: زمانی که من بیرون میروم و با عراقی ها صحبت میکنم، به وضوح برایم روشن میشود که آنها خواهان دولتی نیستند که توسط شبه نظامیان کنترل شود، بلکه میخواهند شبه نظامیان را خلع سلاح کرده و آنها در چارچوب حاکمیت باشند. وی تاکید کرد که اگر ثبات و امنیت در عراق وجود نداشته باشد، آمریکا و کشورهای غربی امکان تجارت و مشارکت در ابعاد گسترده‌تر را نخواهند داشت. او در خصوص اقدامات دولت عراق برای مبارزه با فساد و پولشویی نیز گفت: ما به دنبال ادامه حمایت از نخست وزیر محمد السودانی در تعهدش به ریشه‌کنی فساد و پولشویی در عراق هستیم و گام‌هایی با بانک مرکزی عراق و بقیه بانک‌ها برداشته ایم و همچنان در حال انجام آن هستیم. هدف از این اقدامات تقویت سیستم بانکی بین‌المللی در عراق است. آنچه لازم است این است که بانک‌ها به استانداردهای بین‌المللی احترام بگذارند و همه عوامل مخربی را که ممکن است از سیستم بانکی بین‌المللی برای پولشویی استفاده کنند کنار بگذارند. این همان چیزی است که همکاری وزارت خزانه‌داری و سیستم مالی عراق برای مدت طولانی روی آن متمرکز شده است. وزارت دادگستری امریکا 4 نفر را در ارتباط با پرونده ارسال فناوری برای کشورهای روسیه، چین و ایران دستگیر کرده است. شبکه خبری CNN و همینطور نشریه اکسیوس می نویسد وزارت دادگستری روز سه‌شنبه 5 پرونده جنایی مربوط به افرادی که متهم به انتقال غیرقانونی فناوری امریکا به شرکتها و دولتهای در چین، روسیه و ایران هستند تشکیل داده است. اکسیوس می نویسد این پرونده ها و 4 دستگیری مرتبط با آنها اولین اقدامات اجرایی بودند که توسط یک تیم جدید وزارت دادگستری انجام شده تا از سرقت فناوری های حیاتی ایالات متحده امریکا به کشورهایی که دشمن خوانده می شوند جلوگیری کنند. 5 پرونده مطرح شده توسط نیروهای ضد ضربت فناوری مخرب از 3 ایالت و شامل اتهاماتی علیه چندین متهم از جمله اتهام نقض قوانین صادرات، قاچاق و سرقت اسرار تجاری تشکیل شده است. متیو اولسن، دستیار دادستان کل بخش امنیت ملی امریکا، در این رابطه گفته است که این اتهامات نشان دهنده تعهد وزارت دادگستری به جلوگیری از افتادن فناوری حساس به دست دشمنان خارجی از جمله روسیه، چین و ایران است. او در این بیانیه گفته است که ما کسانی را که قوانین ایالات متحده را نقض می کنند تا به رژیم‌های مستبد و دیگر کشورهای متخاصم اجازه بدهند تا از فناوری‌های پیشرفته برای تهدید منافع ملی امریکا و تضعیف ارزش‌های دموکراتیک در سراسر جهان استفاده کنند، تحمل نخواهیم کرد. اکسیوس می نویسد یک تبعه یونانی به نام نیکولاس بوگونیکولوس، 59 ساله، در نیویورک به توطئه کلاهبرداری و قاچاق و اتهام دستیابی به بیش از 10 نوع مختلف از فناوری‌های حساس ایالات متحده از طرف دولت روسیه متهم شده است. وزارت دادگستری میگوید که این فرد در پاریس دستگیر شده و تا پایان مراحل استرداد در بازداشت به سر خواهد برد. 2 تبعه دیگر روس از جمله اولگ سرگوویچ پاتسویلا و واسیلی سرگوویچ بستین به توطئه برای نقض قوانین صادرات و توطئه برای ارتکاب به پولشویی بین‌المللی و همینطور تهیه قطعات هواپیماها در ایالت آریزونا متهم شدند. آنها در 11 ماه می دستگیر شدند و هر کدام به 40 سال زندان محکوم شدند. ویبو وانگ، شهروند 35 ساله چینی است که در ارتباط با این پرونده ها در ایالت کالیفرنیا و به اتهام سرقت و تلاش برای انتقال اسرار تجاری از شرکت اپل، جایی که قبلا او کار می کرده، به کشور چین متهم شده است. وزارت دادگستری می گوید که او هزاران سند حاوی کد منبع
نرم افزار و سخت افزار مربوط به فناوری خودروهای برقی اپل را قبل از فرار به چین، جایی که گمان می رود برای یک خودرو رقیب کار می کند، دزدیده است. در آن سو چین روز دوشنبه یک شهروند امریکایی 78 ساله را به اتهام جاسوسی بازداشت و به حبس ابد محکوم کرده است. اقدامی که به نوشته اکسیوس می تواند روابط دیپلماتیک میان امریکا و چین را پیچیده تر کند.